الان دولت یه کار خیلی خوبی که میتونه بکنه اینه که خب سهام عدالت رو که چند ساله در دستور کار قرار داره که اصلاح درش انجام بشه، الان شرکت های سهام عدالت عملا تبدیل به حیات خلوت شدن، یا برای برخی وزرا یا برای دولت، برخی دولت مردا یا برای برخی خصولتی ها. خب و چون اینا متعلق به مردم هم هستن تو این سالها فقط دوشیده شدن، افزایش سرمایه درشون صورت نگرفته، خیلی از اینا بخش واقعی اقتصاد رو هم میان پشتیبانی میکنن. ما تو این شرکت سهام عدالت پتروشیمی های مهمی داریم، پالایشگاه مهمی داریم، بانک داریم. اینا رو ما یه مشکلی داریم که مشکل بهره‌وریشون باید حل بشه. بحث دیگه اینه خب این متعلق به مردمه، چرا بایستی مردم وقتی مالک چیزی هن نتونن بیان راجع به این تصمیم بگیرن، مثلا بفروشنشون اگه خواستن؟ بایستی این سهام حتما یه برنامه دولت براش داشته بشه تو همین سال 99 بیاد اینها رو آزاد بکنه. منتها قبلش یه اصلاح خیلی کلیدی نیاز داره. سهام عدالت الان بیش از 3 میلیون نفر هستن که اینا اصلا سهام عدالت ندارن و متاسفانه این 3 میلیون نفر هم به هیچ وجه ما تضمین نداریم که حتما 3 میلیون نفری هستن که جزء دهکای بالا درآمدی هستن. نه، تو سهام عدالت هم ما خطای نوع اول دوم بالایی داریم، یعنی آدم خیلی زیادی هستن که توی دهکای پایین درآمدی هستن سهام عدالت ندارن، آدم های زیادی هم هستن جزء دهکای بالا درآمدی هستن سهام عدالت دارن. سهام عدالت رو اگه تو این شکل ما بخوایم بیایم آزادشون بکنیم احتمالاً منجر به بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای بشه، چون خب همه دهک‌ها احساس تبعیض می‌کنن. چرا همقطاران اونا، همسایه‌های اونا، مثلا هر نفرشون ارزش سهام عدالت الان بین 8 تا 12 میلیون تومان شده برای هر نفری. چرا یه خانواری که مثل من سطح درآمدش یه دفعه‌ای مثلا 24-5 میلیون، 30 و خورده میلیون گیرش میاد ولی من گیرم نیاد، خانواده من گیرم نیاد؟ خب این احساس تبعیض خودش زمینه ساز خیلی مهمه برای نارامی اجتماعی. خب یه پیشنهاد اینه که دولت اول بیاد در اسرع وقت سهام عدالت رو از حیث شمول اصلاح بکنه، اینو با افزودن یه سری شرکت‌های دولتی که تو لیست واگذاری هم بودن اتفاقا، سبد رو، سبد کل رو گسترش بده، بیاد اون 30 و خورده میلیون نفر آدمم مشمول بکنه و بعد بیاد اینو تو عرضه اولیه بکنه، در واقع آزاد بکنه، بتونن صاحبان سهام بتونن تو بورس اینو عرضه بکنن بفروشن. خود این اثر حمایتی به شدت قابل توجهی داره برای خانوارها. چالش سهام عدالت که چندین سال ظرفیت دولت و مجلس و مصرف خودش کرده حل میکنه، در واقع خود این به رونق بورس کمک میکنه. این افزایش حجم نقدینگی که به واسطه افزایش پایه پولی تو سالیان اخیر داشتیم رو میتونه تا حد زیادی بیاد مصروف بورس بکنه. خب این و خب اون شرکت ها به شدت تشنه افزایش سرمایه، یعنی منابعی هم که اونجا صرف میشه بعدن میشه حالا با یه رگولیشن های کوتاه مدتی طوری اقدام بکنیم که بره صرف افزایش سرمایه در اونها بشه که خود بخش ریل و بخش تولید هم رونق پیدا بکنه. مثلا خب این محوریه که توی 9 ماه دوم دولت جدی میتونه در نظر بگیره.